سلام، مروری خواهیم داشت بر فیلم گم شده که در اون کوستا گاوراس تلاش میکنه به عریان‌ترین شکل ممکن خشونت حکومت کودتاگران در شیلی رو به نمایش بذاره. اگرچه در فیلم هیچ نامی از مکانی که این حوادث دلخراش در اون جریان برده نمیشه، اما ماجرا اشاره مستقیمی به دخالت آمریکایی‌ها در کودتای نظامی در شیلی علیه دولت سالوادور آلنده داره. اومده بودین که به خاطر کودتا گیر کردین. مدت اینجا میمونید. بازی درخشان جک لمون در این فیلم بار دیگه توانایی او در ایفای نقشای دراماتیک رو یادآور شد و البته او رو به نامزدی اسکار و جایزه بهترین بازیگر کن رسوند. پروازت ساعت چنده؟ ساعت 9. یه نامه بنویسم میرسونی به الیزابت؟ حتما. دولت آمریکا سالها تلاش کرد چیزهایی که در این فیلم میبینیم رو انکار کنه، اما امروزه میدونیم که این اطلاعات همه ریشه در حقیقت دارن. من یه بلد نیستم، اومدم اینجا چون پسرم ممکنه تیر خورده باشه. داستان فیلم با نمایش برخی از محدودیت‌های دوران کودتا شروع میشه. Thanks for the ride. چارلز هومن، نویسنده و روزنامه نگار آمریکایی و دوستش، از ماشینی پیاده میشن و به خونه میان، جایی که همسر او سراسیمه منتظرشونه و اصرار داره که باید زودتر به آمریکا برگردن. چارلز میخواد ترتیب بده که دوستش تری زودتر برگرده آمریکا، اما متوجه میشن که پروازها کنسل شده. فرودگاه بسته است، هواپیما نیست. تا اینجا ما بیش از هر چیز شاهد نظارت‌ها و محدودیت‌هایی هستیم که نظامیان بر مردم تحمیل می‌کنن، تا جایی که حتی پوشش زنان هم براشون مسئله است و با شلوار پوشیدن اونها مشکل دارن. اما خشونت در همین حد نمی‌مونه و ما دستگیری‌ها و تیرباران‌هایی رو در مکان‌های مختلف شاهدیم. چارلی و تری از هم جدا میشن و بیت همسر چارلی هم که رفته به دوستاشون سر بزنه، در مسیر برگشت دوچار مشکل میشه و برای گیر نیفتادن در حکومت نظامی به ناچار شب رو در یک زیر پله میگذرونه. صبح زمانی که به خونه برمیگرده، آپارتمانشون کاملا به هم ریخته است و همه چیز زیر و رو شده. او از طریق همسایه‌ها متوجه میشه که همسرش توسط نظامیان بازداشت شده. پیگیری‌های بت از کنسولگری فایده چندانی نداره و اد هورمن، پدر همسرش که یک موعظه‌گر سرشناس آمریکاییه، برای پیگیری گم شدن پسرش به شیلی سفر میکنه. اد ابتدا به روایت همسرش از ماجرا چندان اعتباری نمیده و به نظر میاد هنوز به گفته های مقامات آمریکایی مستقر در شیلی اعتماد داره. حتما گفتارن سعی میکنن به نتایجی برسن. اینو قبول نداری؟ میدونی من از این آدم بیشتر از این انتظار ندارم. اونها اینطور جلوه میدن که به شدت به دنبال مرد جوان هستن و البته اعتقاد دارن که او احتمالا از ترس گریخته و حالا جایی در مرزهای شمالی مخفی شده و به زودی که آبها از آسیا بیفته سر کلش پیدا خواهد شد. اما زن جوونش بتخرانیست از پا بنشینه و با اصرار و پیگیری او، اد هم متوجه میشه که در تاری از دروغها گیر افتاده. اونجا بود که امریکایی ها رو دیدی، درسته؟ درسته. اونام تو کودتا گیر کرده بودن؟ در این جستجوها کم کم براشون مسجل میشه که نظامیان آمریکایی چندان با اونها صادق نبودن و احتمالاً مشکلاتی که برای چارلز پیش اومده به کنجکاوی شدید او برمیگرده. مقاله های بهترین روزنامه ها مثل نیویورک پست و وال استریت جورنال رو ترجمه میکرد. گویا در سفری که خبرنگار جوان پیش از ربوده شدن رفته، با گروهی از نظامیان آمریکایی مواجه شده که او رو ناخواسته در جریان برنامه ریزی آمریکایی ها برای مقدمات کودتا قرار دادن. اطلاعاتی که میتونه تبدیل به یک مقاله یا گزارش بشه و معلوم نیست در صورت انتشار چه عواقبی برای این نظامیان به دنبال خواهد داشت. گاوراس در این فیلم تلاش میکنه علاوه بر نشون دادن خشونت دیوانوار کودتاچیان، حواس بیننده رو به حقایق پشت پرده هم جلب کنه.
به همین دلیل هم توازن بین نمایش هر دو عامل اصلی رو حفظ میکنه. اون خشونت و سرکوب توسط یه قدرت بالاتر مورد تاییده و اگر حمایت همه جانبه دولت آمریکا نباشه، شاید چنین کشداری اصلا سر و شکل نگیره. جایی که به نظر میاد سفیر آمریکا و مستشاران نظامی ایالات متحده مستقر در شیلی اهداف والاتری برای خودشون در نظر گرفتن. وقتی شما با آتش بازی میکنی، میسوزی. اونها به چیزی ورای خونهایی که اینجا به زمین ریخته میشه نگاه میکنن، به اینکه جوانهای آمریکایی و هزاران شرکتشون که در این کشور فعالن بتونن همچنان به کارشون ادامه بدن. بیش از 3000 شرکت آمریکایی اینجا کار میکنن. در لابلای خطوط فیلمی نکته دیگه هم پررنگه، جایی که آمریکایی‌های ساکن شیلی باور نمیکنن نظامیان شیلیایی جرأت کنن به اونها صدمه بزنن، اما در پشت پرده قرار نیست مسئولیتی برای اونها در نظر گرفته بشه و قربانیان این خشونت و اعدام‌های دست جمعی قرار نیست تنها از میون مردم شیلیایی باشن و عملاً هر کس به دنبال حقیقت باشه داره سر مرگ و زندگی خودش قمار میکنه. اد هورمن اگرچه در پایان موفق میشه پی به حقیقت ماجرا ببره، اما ما او رو در نقش یک مبارز برای حقیقت نمیبینیم. او تنها میخواد داستان خودش و پسرش رو به سرانجام برسونه و حتی تماشای این خشونت و کشتار هم انگار براش چندان تکان دهنده نیست. این داستان واقعی ناپدید شدن چارلز هورمن، نویسنده و خبرنگار آمریکایی در شیلی، ابتدا در کتابی نوشته توماس هاوزر به نام اعدام چارلز هورمن یک قربانی آمریکایی منعکس شده بود. گابراس فیلمنامه را بر اساس ماجرای این کتاب نوشت و البته اسکار بهترین فیلمنامه اقتباسی اون سال رو هم دریافت کرد. فیلم در گیشه فروش و موفقیت آمیزی داشت، اما فشارهای دولت ایالات متحده و سفیر وقت این کشور در شیلی باعث شد نسخه VHS اون توقیف بشه. البته در سال 2006 پس از رد دعوی اونها توسط دادگاه، سرانجام یونیورسال پیکچرز موفق شد نسخه DVD اون رو هم منتشر کنه. در خود شیلی هم تا زمان سرنگونی حکومت دیکتاتوری پینوشه نمایش فیلم ممنوع بود. این میگه سربازای زیادی بودن و مطمئنم کامیون نظامی بوده. موسیقی فیلم هم از ساخته‌های ونجلیسه که برای دومین بار پس از عرباهای آتش ساخت موسیقی فیلمی رو بر عهده گرفته. اکران فیلم در جشنواره کن فرانسه با موفقیت بزرگی همراه بود. جایزه نخل طلایی به کوستو گاوراس رسید و بهترین بازیگر مرد به جک لمون. لطفا سوم. باورم نمیشد از اون برنامه آموزش پلیس بگیر. سالها پس از اکران فیلم و در جریان آزمایش DNA مشخص شد جسدی که به عنوان چارلز هورمن تحویل خانواده داده شده متعلق به اون نیست و جویس هورمن همسرش فعالانه تلاش برای جستجوی حقیقت پشت دستگیری و قتل او رو ادامه داده. در پایان با مرور چند سکانس این برنامه رو به پایان برسونیم. یک لحظه غفلت چارلی باعث میشه که سربازها تری رو با خودشون ببرن، جایی که هر لحظه و هر قدم ما با خشونت اوریان تری روبرو میشیم. اینجا آرومترین جای روی زمینه. یه لحظه سب کن. ببخشید من با اون خانم هستم. حکومت نظامی شروع شده و همه در حال فرارن، اما مشخص نیستش که به کدوم سمت میشه گریخت.
دیپلمات آمریکایی به همسر و دوست چارلز از سویت خودش پناه داده که شب رو پیش رو بگذرونند، اما به نظر میاد که دنبال چیزهای دیگه ایه. او به بهت میگه بهتره گذشته رها کن و به فکر آینده باشه و مشخص اطلاعاتی داره که نمیخواد اونها رو در جریانش قرار بده. Please. You know, if I were you, I'd quit living in the past. I think it's about time you stopped. یاد میتونه هواپیما رو کنترل کنه. ولی اگه از دیگران عقب باشه. امیدوارم تماشای این ویدیو براتون مفید بوده باشه و باعث شه که این فیلم رو در لیست فیلم‌هایی که این روزها باید تماشا بکنید بذارید. به امید روزهای شاد و آزاد. Thank you.